قربون شما، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، متشکرم 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 متشکرم، خیلی ممنون عزیز دلم، خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم. به نام خدا، سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای بهتری رو در پیش رو داشته باشیم هرچه زودتر. عرض کنم که راستش پلاتوی اولی رو که امشب میخواستم بگم رو در آخرین لحظات یکم دستخوش تغییر شد، یعنی 10 دقیقه قبل از ضبط متوجه شدم که برداشت صحیحی از موضوع نداشتم. میخواستم تشکر کنم از جوشکاران عزیزی که در این روزهای سخت قرنطینه جور همه رو میکشن و تمام کارهای روزمین مونده رو دارن انجام میدن. هر کیو تو خیابون میبینی یه دونه از این چیزای جوشکاری جلو صورتشه. یعنی اولش با ماسک شروع شد، الان رسیدیم به حفاظ جوشکاری، احتمالاً تا چند وقت دیگه تبدیل میشیم به یک تعداد گاف صندوق چرخدار که کارت ملی آدمی که توشه رو چسبوندن رو درش. یه چیز عجیب دیگه ای که دیدم، چون گفتن در دوران کرونا دست به صورتتون نزنید، بعضی خانم ها از رو همون تلقه آرایش میکنن. دیدم که به دیوار کوچه یه کاغذ زده بودن که یک عدد ماسک تلقی گم شده، مشخصات، رژگونه صورتی، فرموژه تایوانی. ولی واقعا فکر بدی نیست دیگه، لازم نیست این همه پول لوازم آرایش بدین، یه بار اون تلقه رو نقاشی میکنین دیگه، هر روز صبح که بیدار میشین یه آب به صورت میزنین، تلق رو میزنید روش. یعنی طرف با تلق وای میسه کنار خیابون، یه ماشین بگیره، از کجا تا کجا ترافیکه، همه گره میخورن تو هم، تلق رو میده بالا، ترافیکی بسیار روان، همه بین خطوط رانندگی میکنن، کمربندها رو بستن و ضمن رعایت حق تقدم به جلو توجه میکنن. نظرات شما رو بخونیم که برامون میفرستید به آدرس پیج زیر. مدیری، میدونی اگر حیوانات نادر رو بکشیم چی میشه؟ نادر خیلی ناراحت میشه. یعنی این قرنطینه باعث شده که دیگه ته خلاقیت ها داره میزنه بیرون اصلا. چرا گفتی برنامه ها تو پخش نکنن؟ ما به همونا دلخوشیم، تو تکراری نمیشی، یالا حرف تو پس بگیر، یالا حرف تو پس بگیر، پیر نشو یه لعنتی. من هنوز تو خونم، بهمون دورکاری دادن ولی به جای 8 ساعت 24 ساعت پای نتم. وزیر جوان، پیرمون در اومد با این سرعت اینترنت. مدیری، دیگه وقتشه اونی که گفتم رو دعوت کنی. من نمیدونم چی. یادش بخیر با اتوبوس سفر میرفتیم، شاگرد شوفر 40 نفر رو با یه لیوان پلاستیکی از تهران تا بندرعباس آب میداد، هیچ کس هم مریض نمیشد. آره واقعا ما پوکیدیم تو قرنطینه یه خونه، ایشالله تو هم تو اون استودیو بپوکی. مثل اینکه گفتن کرونا داره میره از ایران، منم میخوام باهاش برم، بلکه اونور کرونا بگیرم از این وضعیت زندگی خلاص شم. دلم برای وقتایی که به رفیقام بگم تو راهم دارم میام در حالی که هنوز تو خونم تنگ شده. بله، عرض کنم که اصلا هیچ حواسمون به سیستم آموزشی هست؟ خیلی چیزها داره تغییر میکنه، اگه حواسمون نباشه از بچه هامون عقب میافتیم، میشیم شبیه این باباهایی که همیشه فکر میکنن بچهشون کلاس ششمه. دیدین؟ 15 ساله هر وقت ازش میپرسیم مجید چی کار میکنه، میگه اونم هست دیگه، کلاس ششمه. جدیدن اعلام کردن که قرار نمره هم از سیستم آموزشی حذف بشه، یعنی طی تحقیقاتی متوجه شدن که نمره فقط
یک عامل استرس‌زاست. مهم فقط صفای وجود دانش آموزه. خب الان کنکورم که میگن قرار حذف بشه، شاید کلاس‌های حضوری هم که حذف شدن، همه نشستن پای مانیتور توی کادر کوچیک، دماغ و عینک معلم رو تماشا میکنن. یعنی تنها چیزی که حذف نشده شهریه تحصیلاته. قبلا آموزش و پرورش رایگان بود، الان آموزش و پرورشی در کار نیست، ولی پولش رو باید بدی. سالی دو بار وارد درگاه اینترنتی میشی، شهریه رو میریزی، میگیری، میخوابی تا 6 ماه بعد. بچه هام که همه راه سوء استفاده رو یاد گرفتن. پنجم دبستانه، به پدرش میگه معلم ریاضیمون گفته همه باید یک کیبورد 100 برگ بخرن، عینه که دوتا دسته پلیستیشن هم روشه. البته از حق نگذریم، حسن بزرگ آموزش آنلاین اینه که رفت و آمدها رو کم کرده. مثلا معلم به دانش آموز میگه ولی تو برد و بیار، دانش آموز یکم سر دوربین رو میچرخونه، باباش در حالی که دراز کشیده جلو تلویزیون میگه جانم، معلم میگه آقا باید باهاتون صحبت کنم، لطفا لباستون رو بپوشید. آره، یه آقای خانم، آقا بفرمین، خانم بفرمین، بفرمین. خب شغل شما قربان؟ آزاد. آزاد شما؟ محصل. محصل بلد. چه سالی؟ سوم دبیرستان. سوم دبیرستان بلد. خب الان فهمیدم سوم دبیرستان که میگن آدم میفهمه. بعضیا میگن مثلا 11، بعضیا میگن 6 سابق، بعضیا میگن 14 جدید. سوم دبیرستان تکلیفش معلوم. چه رشته ای؟ انسانی. سخت‌ترین رشته است. انسانی سخت‌ترین رشته. بزرگترین لغتنامه فارسی از کیه؟ ده خدا. بزرگترین دیوار ایران کجاست؟ دیوار تاریخیه؟ گرگان. بلندترین قله جهان؟ اورست. بله. رمان جنگ و صلح؟ نمیدونم. تولستوی. سبکترین فلز جهان؟ آلومینیوم. فکر میکنم لیتیوم. بزرگترین حیوان جهان؟ زرافه. نهنگ. اون بلندترینه. نهنگ. بله بله. شما میرسونین بشون؟ نه من میگفتم نسبت دارین؟ نه. تا حالا ندیده بودم که دو نفری که این بالا یکیشون به یکیشون برسونه. خیلی عجیبه. باغ آلبالو اثر کیه؟ نمیدونم واقعا. نه؟ چخوف. اهل کجا بود؟ نمیدونم. استرس. آنتوان چخوف. روس. بله. خب شعر از حافظ بگین برامون. بگید الا یا ایها الساقی. خودم همین وسط آتیش میزنم. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. بسیار عالی. بگین حافظ. بله. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. بسیار عالی. از سعدی؟ معمول سعدی ها. سعدی ها مردنه. نمیخوام. خب آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن. بسیار آقا اومدن دیگه تا اینجا دیگه. نهنگ هم گفتن. بزرگترین اونجا نهنگ. نهنگ رو گفتین؟ دیگه چی گفتین؟ شعر حافظ هم خوندن. اورست هم گفتن. آره. اجازه بدید که دو تا هدیه بدید. بفرمایید. خیلی ممنونم. مرسی. خب شرایط به گونه ای شده که برخی از مشاغل پرخطر خودشون خود به خود حذف شدن. مثلا دزدی.
به عنوان یکی از حرفه‌های پرخطر دیگه اصلا صرف نمی‌کنه. قبلا مردم همه تو مترو و اتوبوس خیلی به هم نزدیک و چسبیده بودن، کافی بود این دوتا انگشت رو یکم از هم باز کنین، یک کوچولو هولش بدین جلو، میرفت تو جیب یکی گیر میکرد به کیف پولش، بعد دوتا انگشت رو به هم نزدیک میگردین کیف پول گیر میافتاد. بعضی وقتا به قدری ازدحام بود که از واگن میومدی بیرون، میرفتی بیرون میدیدی یک کیف پول ناخواسته تو مشتته. الان با این طرح فاصله گذاری همه حداقل یک متر از هم فاصله میگیرن، یک متر و نیم. و دوست شاخه درخت رو برداشته بود از دور داشت میکرد تو جیب اونوری. آقاه متوجه شد، برگشت با تعجب نگاش کرد. دزده گفت که ترکه آلبالوه، گفتم شاید به دردتون بخوره. نکته مهمتر این که اصلا صرف نمیکنه دزدی کردن. این همه انرژی بذاری، از دیوار خونه بری بالا، جون و آیندت رو به خطر بندازی، اگر شانس بیاری 50 میلیون تومان بدزدی، 50 میلیون رو بانک بذاری با سود میشه با این 350 تومان. یعنی حتی پول شلواری که از دیوار پریدی زانوش قلوه کن شده هم در نمیاد. از اون طرف نه بیمه، نه عیدی، نه بزرگ داشتی، هیچی. چند وقت پیش دیدم یکی کنار خیابون نشسته بود، یه نوشته گذاشته بود جلو خودش، صورتش رو هم پوشونده بود، نوشته بود من گدا نیستم، چه کنم که ضبط ماشین دیگر خریداری ندارد. آروم دستش رو گرفتم، نشستم بهش دلداری دادم. اومدم شب تو خونه متوجه شدم ساعتم نیست. مهمان دارین، چه مهمان عزیزی، چقدر خاطره دارین از بازی های ایشون در سریال ها، فیلم های سینمایی. ملیکا شریفی نیا. و خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. و اگر سلامی هست بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و همه عزیزان توی خونه. خیلی خوش آمدین. قربون شما، خیلی خوشحالم در خدمت هستم. مادر خوبن. بله. مهراب خانم خوبن. بله. خیلی خوب. یک خانواده هنرمند. و همین اولین سوالم اینه که در یک خانواده‌ای که همه یعنی خانواده پدر مادر و خواهر هنرمندن و بازیگرن، به خاطر روحیات خاصی که هنرمندا دارن همه چی خوبه؟ بله خدا رو شکر. یعنی این بهتره یا اگر نبودن این حالتون بهتر بود یا اختلاف نظرها زیاده یا غیره؟ والا من تجربه اگر نبودن رو ندارم. نداری. این تنها دنیاییه که باهاش آشنا هستم و خدا شکر همیشه همه چی خوب بوده و اختلاف نظرها هم همیشه سازنده بوده برای من. چقدر خوب. بله. و در 3 سالگی اولین فیلمت رو بازی کردی؟ بله. و یک گاو از روت رد شده. بله. بگو برای یک بعد تعریف کنم الان گاوو. آره. بله ایشون اسم دارن، یک گاوی بودن به نام بیج بیج، خیلی اسم سنگینی هم دارن. بیج 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 بیج. خیلی سلام برسون. عمرشون رو دادن به شما احتمالا. آها عمرشو داده به من. نه نه اجازه اجازه بدین، اجازه بدین. یک گاوی بوده در سالها پیش به نام بیج بیج، این گاو عمرشو داده به من. این در تاریخ دور همین جمله خواهد ماند. خیلی ممنونم آقای مدیر. خیلی ممنونم. نه واقعا عمر عمر دیگه. بله 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 بله. بفرمایید. من خیلی حیوانات رو دوست دارم واقعا. خیلی باهاش خیلی احساس صمیمیت میکنم. بله بله. منو ببخشید. نخواهش میکنم، اصلا خیلی خوشحال شدم.
بله خب بیش بیش تیکه ها در میاد دیگه ایشالله. بله به خدا اگه بذارم این تیکه رو کسی دست بزنه میشه یه چایی به من بزنه. خب بعد این عمرشو داده دیگه به من، ولی سر اون فیلم چی شد؟ اون گفت عمرشو داد به بنده با کمال افتخار. بله بنده ایشون ما داشتیم کلن به بخشی از اول شدم نمیم چی باید بگم، ما تمام لوکیشن همون سر اوینار که همون فیلمی بود که من سه سالگی بازی میکردم به کارگردانی آقای شهرام اسدی. بله آقای شهرام اسدی. توی شوشتر و ارومیه بودیم و چون درباره بمباران حلبچه بود تمام لوکیشن های ما تو دره و کوه و این حرف بود. یک دره بود که یه متر کلن جا بود که رد بشیم. من با مادرم داشتیم میرفتیم، البته اینا تعریف هایی که مامانم میکنه من دقیقی یادم نمیاد، و این بیش بیش پشت ما داشتن با صاحبشون میومدن. منم چون خیلی علاقه زیادی به ملخ و مارمولک و قورباغه و این دوستان داشتم، داشتم با اینو بازی میکردم. سه سالم هم بود، داشتم بازی میکردم و یکیشون در رفت. من باید میرفتم پیداش میکردم و اونوری در رفت و من به سمت بیش بیش دنبال ملخ. بله رفتم و افتادم زمین و توی اون فضا اصلا کسی نمیتونست کسی رو نجات بده و مامانم فقط همینطوری با جیغ نشسته بود ببینه که تهش چه اتفاقی میفته، که میگفت خدا رو شکر بیش بیش دستش دقیقا گذاشت از بین دست و پای تو رد شده و مجلو. برای همین من ارادت دارم بهش. بسیار عالی. و عرض کنم خدمتون که و تا 12 سالگی فکر میکنم نقش پسرها رو بازی میکردی. بله من یکی دوتا نقش دخترم بازی کردم، ولی هم خیلی دوست داشتم که نقش پسر رو بازی کنم، هم خیلی شبیه پسر رو بودم، موام همیشه کوتاه بود و خیلی شر بودی دیگه. حالا نه چرا خیلی شر شنیدی؟ آره خیلی زیاد. توی مدرسه معلمشون رو از کلاس انداختن بیرون، برعکس معلم رو انداختن. پدر مادر چی کشیدن واقعا؟ شر بودی؟ بله خیلی شر بودم. من خیلی شر بودم و طوری بود که مثلا توی مدرسه معلم خب اگر یک چیزی میگفت من به حرفش احترام میذاشتم. مثلا میگفت که خب اگر تکالیفتون رو ننوشتین نیاین سر کلاس. و نمیرفت. مثلا بعد میگفت خب چرا این نمیاد؟ میگفتم خب شما خودتون گفتین، منم احترام گذاشتم. یا حالا هر وقت خواستین یک خاطره دیگه هم براتون تعریف میکنم، ولی در همین حد بسنده. خاره حالا میرسیم به این خاطره جدید. بله. و عاشق خواندن کتاب بودی و هستی و سر کلاس هم همیشه کتاب میخوندی یواشکی انگار؟ بله سر کلاس من خیلی یواشکی کتاب میخوندم. الان باید توضیح بدم. من هنرستانی هستم بودم یعنی، و توی کلاس ما صندلیامونو دور میچیدیم و من دقیقا وسط کلاس رو به تخته میشستم و یک صندلی هم میذاشتم جلوی پام و به بچه‌ها میگفتم کیفاتونو بذارین روی این صندلی. 30 تا کیف روی اون صندلی بود و منم اون پشت برای خودم کتابمو میخوندم. یک بار یک معلم داشتم فکر میکنم اجتماعی بود نمیدونم چی بود و من داشتم اون پشت کتاب میخوندم، ایشون متوجه شدن. حالا معمولا نمیدیدن من اون پشت، فراموششون میشد منم هستم، فکر میکردن کیفه کلا، و به من گفتن که چیکار داری میکنی؟ گفتم من کار فرهنگی دارم میکنم، کتاب میخونم، مثلا کار بدی نمیکنم. گفتن که نه بی خود سر کلاس داری کتاب میخونی و اینا، بیا برو بیرون. گفتم که خانم این همه کیفه، من اصلا نمیتونم الان برم بیرون. گفت کیف دونه دونه این کیفا رو پرت کرد و صندلی رو پرت کرد، گفت برو بیرون. گفتم چشم. رفتم دیدم نیم ساعت مونده به زنگ تفریح، 2 تا سیب زمینی سرخ کرده خریدم با سس فراوون، نشستم دم پنجره راه رو و در حال بله نکتش اینه که من داشتم سیب زمینی میخوردم و معلمم برگشت، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، پشیمون شد، اومد گفت شریفی نیا؟ گفتم بله. گفت بیا تو. گفتم خانم یخ میکنه. چی کشیدن خانم حاجیان را؟ آره الهی بمیرم رضا. آره واقعا. آره مهرابه بازیگر بهتریه یا تو؟ من فکر میکنم مهرابه. اون چی میگه؟ نمیدونم آخه سبکای ما خیلی متفاوته، ولی اون نمیدونم، نپرسیدم ازش تا حالا. خب پیش خودت فکر میکنی مهرابه؟
فکر میکنم مهراوه سبکم متفاوته. من بازی مهراوه رو خیلی دوست دارم. به هر حال یاد کردم از خانم حاجیان. سلام عرض میکنم خدمتتون. ما در سال 70 فکر میکنم دیگه داره میشه 30 سال. آره سال 69 30 سال میشه که 30 سال پیش با هم همبازی بودیم در تئاتر هملت و چقدر دوران خوبی بود و چقدر من از ایشون آموختم، چون بسیار جدیان، بسیار حرفه‌ایان در کار و بسیار بازیگر فوق‌العاده‌ای هستن. کاش که بشه که مهمان ما باشن در دور همین. چقدر خوبه. ببینید خانم حاجیان، ببینید منو، یه دقیقه منو ببینید، یه دقیقه منو نگاه کنید. آقای شریفی نیا اومدن، ملیکا جان هم اومدن، مهراوه جان هم اومدن، فقط مونده شما دیگه. دیگه ببینید مردم هم که چقدر دوست دارن که شما مهمان ما باشید. با یه کمپینی تونستی 20 کیلو وزن کم کنی؟ نه، من اول 20 کیلو وزن کم کردم، بعد یه کمپین راه اندازی کردی. بله. و این داره کمک میکنه به کسانی که میخوان وزن کم کنن. بله بله. خب. کمک کرده. یکم بگو راجبش. من والا سال اسفند 94، حالا باید خب خیلی توضیحش مفصله. نه خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. تا مهر 95، مهر و آبان 95 اراده کردم و 20 کیلو وزن کم کردم و تولد 30 سالگیم یک پست گذاشتم و نوشتم، یعنی پست قبل و بعد بود، نوشتم 20 کیلو از من 30 ساله نشد. و خیلی از من میپرسیدن که چیکار کردی، چه اتفاقی افتاد. من گفتم براتون حتما به زودی توضیح میدم. به زودی شد دو سال بعد یک کمپین رو اندازی کردم که تا الان که یک سال خورده میگذره از اون کمپین، 60 کیلو و 70 کیلو هم من داشتم کسایی که لاغر شدن. به چقدر خوب، چقدر خوب، چقدر خوب. بله. چقدر خوب. و سخت این رژیمی رو که داری و اینها؟ الان دیگه ندارم، الان 3.5 سال که دیگه حفظ کردم. نه کرد. این چیزی که مثلا رعایت میکنن تو این کمپین؟ تو کمپین من فقط تجربیات شخصیم رو به مردم به صورت رایگان در اختیارشون قرار میدادم. پزشکای تغذیه مختلف رو به صورت رایگان تجربهشون رو به هر حال با مردم قسمت برنج میکردم. برنج که توش نیست. چرا هست؟ خب نه اون به درد نمیخوره. چرا؟ اصلا اون کمپین به درد نمیخوره. اصلا آدم برنج بخوره اصلا چاق باشه. اصلا بتره که. مگه زندگی بدون برنج اصلا معنی میده؟ بدون قرمه سبزی. نه حالا قرمه سبزی، برنج، برنج اصلا. برنج سفید خالی. حالا من نونی هم خودم. نونی هستی. بله بله. من برنجی هم، همینی هم که هستم، خوبم، چاقم هستم، خوبم هستم، اصلا همینی شکست. خیلی لاغر شدم. آره لاغر شدم، ولی با برنج لاغر شدم. با برنج. من یه رژیم برنج دارم. فقط برنج. که لاغر میکنه. حالا با خورشت ها، با مرغ ها، با گوشت های مختلفه. فقط شما باید برنج بخورید صبح تا شب. میشه یاد داشت کنید من دعاتون بکنن بچه ها. اینو اگه انجام بدین مطمئن باشید که هر 10 روز 5 کیلو کم میکنید. بله. فقط برنج بخورید. فضای مجازی اذیتت کرده؟ بله خیلی. راستش اصلا فضای مجازی باعث شد که من بعد از 29 سال بالاخره همت کنم لاغر شم. به خاطر اینکه اوایل که خب اینستاگرام بود همه خیلی با هم مهربون بودن، به به چطوری، حالت خوبه و این حرفا. یه خورده که گذشت مردم احساس کردن نه لازمه یک سری صحبت‌های دیگه هم بکنیم. و یک جایی رسید، حالا من خیلی هم کم فعالیت می‌کردم، که من مثلا عکس می‌ذاشتم از دیوار، از درخت، می‌گفتم به به بهار اومده، یه چیز اینطوری، یا مثلا این کتاب، اون فیلم، یا هر چیزی. یه زیرش مثلا باز میکردم کامنت ها میدم، نوشته مثلا خیکی، آخه مثلا تو گوریل، مثلا تو برای چی اصلا درخت، تو مگه گوشتای صورتت اجازه میده درخت رو ببینی؟ تو باید بری بمیری، تو چاقی و حرف نزن. بعد من راستشو بخواین یه لحظه، یعنی یک لحظه که این قضیه یکی دو سال بود و فکر کردم خدایا یعنی چی؟ من چاقم و حق زنده بودن ندارم، حق اظهار نظر ندارم، حق خوشحال بودن ندارم. راستشو بخواین این حرف ها باعث شد که من فکر کنم خب من یک نقطه ضعف خیلی بزرگ دارم که باید تغییرش بدم، تا این شانس رو به آدم ها ندم که بتونن بر اساس اولین چیزی که میبینن من رو قضاوت کنم و اصلا کاری نداشته باشن شخصیت من چیه، تفکر من چیه، و این شانس رو دیگه بهشون ندم. کاش که با رعایت رژیم و لاغری
میشد فضای مجازی رو هم اصلاح کرد، ولی بعید میتونم. ولی هنوز حرف خودش رو میزنن. آره. فقط من دیگه بهم بر نمیخوره. آره خیلی فضای عجیبیه. در این روزهای خانه نشینی چه میکنی؟ والا خیلی کار خاصی نمیکنم. کتاب، فیلم؟ بله فیلم اون که اونا که خب هستن، اصلا کار جزء کاری که آدم جدید انجام بده به حساب نمیاد. فیلم من خیلی زیاد میبینم، به خصوص بازی هم یکم اضافه شده بهش متاسفانه. من فراری بودم از بازی موبایل، ولی یه ذره بازی هم یعنی دارم. چی بازی؟ چی؟ یعنی بازی بازیه که مثلا میشنم اون بازی هم انجام میدم. یعنی گیمای رو دانلود کردی؟ بله، و قبلا نمی کردم این کارو، چون خیلی بازی منو درگیر میکنه و درگیر شدم. الان مشغول بازی هستی؟ ولی خب فیلم خیلی میبینم. اونا کسر جایش بله. خیلی خوب. متولد 21 آبان 1365 میشه 34 سال. 33 سال و نصف آبانی هستم. بله 34 سال. خب و چرا ازدواج نکردی؟ فعلا مجرد هستم، یعنی فعلا که مجرد هستم الان در حال حاضر. و والا ازدواج من علاقه داشتم خیلی به ازدواج قبلا، و الان توی این شرایط جدید جزء برنامه هام نیست. خاطر کرونا یعنی؟ آره دیگه کرونا اصلا. به خاطر کرونا ازدواج نمی کنی؟ آره واقعا میدونید نه، الان که واسه کرونا همه دارن ازدواج میکنن. آقای مدیر صبح پا میشه خبر ازدواج 5 نفر هست. خب پس چرا؟ نه میدونید به هر حال من الان نمیدونم، جزو برنامه هم نیست. آدم هیچ وقت نمیتونه با قطعیت درباره آیندهش صحبت کنه و نمیتونم بگم، میگن هرگز نگو هرگز و این صحبت ها، منم هرگز نمیگم هرگز. الان جزو برنامه هم نیست. خب چرا؟ ازدواج خوب خیلی خوبه، فوق العاده است. چرا ازدواج خوب نمیکنی؟ ازدواج خوب حتما میکنم. ازدواج خوب شما بیارین بذارین رو میز، من برش میدارم میبرم خونم. ازدواج خوب بطنی داره بدتر میشه. یعنی هی داره این توضیحات بد، یعنی اصلا مرد خوب پیدا کن شما، من ازدواج میکنم. این معنیش این بود؟ گفتم ازدواج خوب، اولا همه مردا دوست ندارن ازدواج کنن. شما به اینم فکر کنین. آقایون خیلی به هر حال برای خودشون یک سری چیزها دارن، به همه میگن ازدواج کن. خب بیارین. من کی گفتم ازدواج کن؟ به خدا من سوال میکنم، ازدواج کردی؟ یا میگن بله، میگم چی شد؟ یا میگن خیر، میگم چرا؟ من اصلا کی گفتم ازدواج کنید؟ آخه میگین چرا ازدواج نمیکنید؟ یعنی ازدواج بده؟ نه من حرفای شما رو تفسیر میکنم. من نمیگم ازدواج کنید، نمیگم ازدواج نکنید. من اصلا اینجا نظر نمیدم، من سوال میکنم. اگر که میگی چرا ازدواج نکردم، میگم چرا؟ چرا؟ و دلایل تو بگو یا ایدئال ها تو بگو. دلایل من خود اشتباه تفسیر شد. من عذرخواهی میکنم از همه کسایی که ازدواج کردن. ازدواج خیلی خوبه، بچه خیلی خوبه، کلا زندگی مشترک خیلی جذابه. من وقتی که خیلی بچه بودم عاشق این بودم که تشکیل خانواده بدم. یعنی از 16 سالگی به مامانم میگفتم من بچه داشتم، اینا بگم بذار مثلا بزرگ شی. من خیلی دوست داشتم و این کار انجام دادم، ولی خب به هر حال اون نتیجه‌ای که می‌خواستم حاصل نشد و به هر حال حالا این اتفاق افتاده. الان در حال حاضر دغدغه‌م ازدواج نیست آقای مدیر. فهمیدم. آره که بخوام بگم ایدئال هام چیه. فهمیدم. بل. فهمیدم. همین. من فهمیدم. فهمیدم. چند تا کتاب خوبی که تو این مدت خوندی یا فیلم خوبی، یکی دو تا بگو که مردم ببینن، خونه پیشنهاد بده. آخرین فیلمی که دیدم فیلم چیز بود، وودی آلن بود فیلم آخرش. خوب. که خیلی جذاب بود. فکر می‌کنم که حالا ترجمهش بشه یک روز بارونی در کجا بود، حالا یادم نیست اسمش الان. خیلی قشنگ بود، دوست داشتم. فیلم خوبی که بخوام پیشنهاد بدم مردم ببینن خوشحال شن یا مردم ببینن درگیر شن، فرقی نمیکنه، سلیقه خودت. خب مثلا من فیلم شاتر آیلند یکی از فیلمای مورد علاقم، فیلم اینسپشن. خب اینا همه چیزایی که مردم دیدن و دوست دارن. فیلم جدیدی که خیلی درگیرم کنه نبود. آخرین فیلم وودی آلن هم واقعا لطیف بود، خیلی دوستش داشتم. اینا جذاب. کتاب هم دو تا کتابی که خیلی من دوست دارم، یکیشو دوست دارم به نوجوانها معرفی کنم، دنیای صوفی. یکی هم من کلا آثار جوز ساراماگو رو خیلی دوست دارم و دوست دارم کوری رو معرفی کنم، ولی خب یه خورده کتاب
سیاهیه. تلخه. تلخ هم هست ولی من خیلی دوستش دارم. بستگی به روحیات بله. دوستان داره. بله. اینم داره. خیلی خوب. چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر. ای بابا. پاسخ بدی. بله. بفهم. تا حالا شده کاری که میکنی و هنرت زیر سایه اسم پدر مادر باشه؟ بله. بله. آدم هایی که از یک خانواده هنرمند میان بیشتر باید ثابت کنن که با پارتی نیومدن؟ 100%. بیشتر بتلاش. بله. تا حالا شده دلت بخواد یه جایی بری که تنهای تنها باشی و هیچ کس تو رو نشناسه؟ بله. بله. در ازای یک عشق سوزان بازیگری رو حاضری کنار بگذاری؟ خیر. خیر. در مورد نقش ها با خانواده مشورت میکنی؟ بله همیشه. انتقاد پذیری؟ بله خیلی زیاد. سحرخیزی؟ به هیچ عنوان. کی پا میشی؟ من جغد جغدم اصلا. یک یعنی شب تا صبح بیدار؟ صبح میخوام من... ظهر پا میشی مثلا؟ سعی میکنم ظهر پاشم. اینجوری که فهمیدم دو پا میشی دیگه. یه وقتی سه. حتی چهار بستگی داره. ولی خب از اون ور تا ده صبح بیدار بودم. خب همون چهارم دیگه پا نشد دیگه. آره دیگه. وصل کن به بعدی. نه واقعا کم میخوابم ولی توی روز میخوابم. روز میخوابم. شب روز. و خواب روز بده دیگه میدونی. خیلی بده ولی من خودم اینجوری هم. من شب تا صبح بیدارم. واقعا؟ آره صبح میخوابم تا ظهر. برای همین آفیش همه کارام بعد از ظهره. آره ولی خب همه میگن و این ثابت شده که واقعا جای خواب شب رو نمیگیره به خاطر اینکه طبیعت اینطوری ساخته شده. ولی جای آرامش شب رو هم روز نمیگیره. آرامش شب رو بله. شده برای اینکه نقشی رو بگیری کاری بکنی یا زیرا به کسی رو بزنی؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. دوست داشتی به جای یک بازیگر موفق یک پزشک موفق بودی؟ وای واقعا با تمام وجودم دوست داشتم. من اصلا شغل مورد علاقم پزشکی بود از کودکی. چقدر خوب. ذهنم هنریه متاسفانه نتونستم. یعنی هیچ وقت نشده که یعنی از همون بچگی که بری همین سمت و درسشو بخونی و اینها اتفاق نیفتاد؟ نه. منم دو تا شغل بود که خیلی دوست داشتم همیشه و دوست دارم. یکی آره یکی که پزشک بشم. پزشک باشم. آره. بعد دیدم اصلا دلشو ندارم. یعنی جراح بشم و اینا دلشو نداشتم ولی خیلی این شغلو دوست دارم. یکم اینکه پلیس باشم. پلیس باشم. آره تو بازیامون دزد و همیشه من پلیس بودم. بچه‌های دیگه دزد بودن اونا رو می‌گرفتم می‌زدم. حالا نه اینکه پلیسا می‌زنن، منظورم اینه که تو بچگی اینجوری بازی می‌کردیم، تفکرمون اینجوری. دلت می‌خواست که کل جهان تو رو می‌شناخت؟ به عنوان یک نقاش موفق. بله. گرافیک خوندی؟ بله و من آها. از 9 سالگی نقاشی میکنم. چقدر خوب. و مجسمه سازی و کلا نقاشی عشق اول منه. یعنی یک جورایی سینما شغل منه ولی هنرم نقاشی، گرافیک و حجمه و ماسک. بله خیلی خیلی دوست داشتم جهان به عنوان یک نقاش بسیار موفق. نمیدونستم نقاشی و مجسمه سازی رو که چقدر فوق العاده است. و نمایشگاه هیچ وقت نذاشتی؟ من خیلی پرفکشنیستم. نه متاسفانه. و آرزوم اینه که این کارو بتونم بکنم. یک روزی برای خودم انقدر کافی باشم که این کارو بکنم. یعنی به موقعیتش پیش نیومده یا به نظر خودت؟ نه موقعیتش زوده. پیش اومده. نه 20 سال دیگه به 20 ببخشم تو سنم رفته بالا. کار هست، موقعیتش هست. رضایت من از خودم همیشه کمتر از اون چیزیه که باید. همیشه فکر میکنم خوب که چی. یعنی یک عالمه کار میکنم بعد میگم خوب که چی، ولش کن میام میبر. مثلا مامانم میگه خب یعنی چی. یا مثلا مهراب خیلی همشون، پدرم همشون. نمیدونم چیه داستان. حیفه به نظرم. آره این باید ارائه بشه، مطرح بشه و دیگران ببیننش. یه مسئله ببینن. که هست آقای مدیر کاملا درست میگین. ولی خب من از 9 سالگی دارم این کار انجام میدم ولی مردم من رو چون به بازیگر میشناسن و خودتون میدونین که حواشی چیه. بله بله. آدم جرئت هم نمیکنه راستشو بخواین. یعنی اینکه حالا من بیام ثابت کنم بابا به خدا این هنریه که من از بچگی داشتم، بازیگری نیستم که میگن بازیگرا اومدن نقاشی هم میکنن این کارا میکنن. اینم یه ذره برام توان روحی این که با این قضیه واقعا رو در رو بشم رو هم نداشتم تا الان. به هر حال من معتقدم که چون فضای مجازی جلو خیلی از کارهایی که خیلی ها میتونن انجام بدن رو میگیره به واسطه ترسی که همه ما از فضای مجازی داریم. ولی خب این نباید رو ما اثر بذاره. اثر خوب
خودش رو ثابت میکنه. این اثر یا خوبه یا نه. و شما رشتت چون این بوده و از کودک این کارو کردی خیلی مهم. امیدوارم روزی بشه که در نمایشگاه تو شرکت کنیم و افتخار آفرین باشی در این زمینه هم. ممنونم. آدم رمانتیکی هستی؟ اصلا این جواب بله یا خیر نداره. نمیدونم. نمیدونی؟ نه. شاید نزیاد. نمیدونم. و عاشق حیواناتی؟ بله. خیلی زیاد. آره ملخ و مارمولک و نه همه حیوانات. اون گاوی که عمرشو داد به منو. نه نه. چی بیت بیچ 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 بیچ. بله من عاشق حیوانات. آره اصلا یه بخشی از در واقع درآمدت رو هم صرف کمک به حیوانات میکنی شنیدم. بله من خب من خیلی من اصلا وقتی حیوان مریض میبینم واقعا نمیتونم خودم کنترل کنم، واقعا نمیتونم. و یه سری دیدم گربه ها یاد گرفتن خونمو، یعنی هر کی پاش درد میگرفت میومد در خونه من به هم میگفتن. آره میگفت تو چه چته؟ میگفت خون... کمرم نمیدونم. آره نه. چند وقته میگفت اون خونه ملیکاس اون برو اونجا اون آره بدرسی دیگه. به خدا یه روز اومدم وای الهی بگردم چقدر من مسخره کردن دوستان سر این موضوع. یه روز اومدم برف اومده بود وحشتناک، توی حیاط پشتی خونم دیدم یه گربه ای افتاده زمین و نمیتونه نفس بکشه. اومدم خیلی هم وحشی بازی در می آورد، به زور اینو بالاخره خیلی هم از این کیس ها داشتم، گذاشتمش توی یه کیسی و بردمش دامپزشکی. بردم گفتن که این دیافراگمش پاره شده، افتاده از یه جا چی شده و اینو گذاشتم اونجا. بعد خیلی واقعا خاطره یه چیزیه، اومد براش شناسنامه درست کنه و اینو، گفت اسمش چی بذارم؟ من اینقدر دلم برای سوخته بود گفتم آخه جوجه. گفت جوجه؟ گفتم آره دیگه بذار جوجه، حالا بخاطر نشم به اسم بکنم. گفتم آره بذار جوجه اسمشو. بعد اومدم شبش تولد یکی از دوستان بود توی رستوران، زنگ زدن از بیمارستان به من بستری کردم اینو که خوب بشه. زنگ زدن یهو من گوشی رو برداشتم، حالا یک سری دوستای ما که همش در حال مسخره کردن همه، برداشتم گفتم چی جوجه مرد؟ بعد یهو اینا همه به هم نگاه کردن گفتن جوجه که؟ گفتم همین گربه. آقای مدیری هنوز که هنوزه اینا منو میبینن میگن جوجه چطوره؟ میگم بابا من یه کار انسانی کردم، اسمش حالا بوده جوجه. آره وقتی اسم گربه رو میذاری جوجه یه ذره عجیبه دیگه. جبر زمونه بوده. آره. ولی یه جایی رسید که دیدم من تقریبا تمام درآمدم داره صرف این داستان میشه و از اون خونه اسباب کشی کردم چون اونا رو نمیتونستم کارشون کنم. اونا دیگه آدرسو گم کردن. گم کردن خدا رو شکر. ولی واقعا آره کره زمین بدون حیوانات اصلا چه معنی میده؟ واقعا معنی نداره. اولین سریالی که بازی کردی خیلی دیده شدی شمس العماره بود از سامان مقدم. سامان مقدم سامان مقدم نمیای دور همی؟ نمیای دور همی؟ اینجا با هم گپ میزنیم حرف نمیای؟ من خواهش میکنم که اگه دوست دارید سامان مقدم مهمان ما باشید. بسیار موجوده. آره سریال شمس العماره بود که خیلی سریال زیبایی بود که مردم خیلی دوست داشتن و در اون کار خیلی دیده شدی، درست میگم؟ بله مردم پرکارتر شدی بعد از اون. بله پرکارتر شدم، مردم خیلی دوست داشتن و نقشم با اینکه نقش یه خورده اعصاب خرد کنی بود ولی خب دوست داشتن. منو تو خیابون یه وقت صدا می‌زدن شکور به جه دریا، یعنی اسم شوهر منو شوهر. انقدر میگفتم شکور منو میدیدن میگفتن شکور. و در فیلم سینمایی دایره زنگی هم ما با هم بله. هم بازی بودیم. بله، چقدر بله. فیلم خوبی بود. خواهش میکنم. یه جایزه بهترین نقش مکمل فجر رو هم بله. شما گرفتین برای فیلم اشباح. بله. برای فیلم اشباح نقش تاجی عزیزم، کار آقای داریوش مهرجویی عزیز که خیلی به من چسبید به خاطر اینکه خیلی زحمت کشیده بودم برای نقشم. نقشم کوتاه بود، نیم ساعت بود، نیم ساعت اول فیلم من حضور داشتم ولی خیلی دوست داشتم، عاشقانه بازی کردم. و آقای مدیری من حالا شما خودتون کمدی کار میکنین، کار طنز میکنین، من توی کار کمدی جا افتادم و برای من خیلی جذاب بود که آقای مهرجویی این اعتماد رو به من نقش کردن جدی رو. بله این نقش جدی، چون من با خودشون حالا دو تا کار دیگه کرده بودم که یکی دیگه‌اش که کمدی بود مهمان مامان، اون یکی هم که حالا پری بود من 9 سالم بود، ولی اینکه این اعتماد رو ایشون به من کردن و این فرصت رو به من دادن بله. اون جایزه به من به این دلیل چسبید که باعث شد اولا تنها باری بود که خودم فقط خودم و خودم قضاوت می‌شدم و
باعث شد که خودم متوجه بشم که وقتی من برم حالا توی سبک‌های دیگه ای کار بکنم، توی سبک درام کار بکنم و تلاش بکنم، میتونم موفق باشم. خیلی تشویق خوبی برای من. بله. و امیدوارم که واقعا این فرصت بازم پیش بیاد، چون واقعا همه پیشنهاد کمدیه، نمیدونم چرا. آره دیگه، تو ایران اینجوریه که وقتی یکی جا میفته چند بار یک نقشی رو، حتی ژانرش هم مهم نیستا، بله، مدل بازی حتی، بله، دیگه میرن سراغ اون طرف که این حالا عصبیه، این آرومه، این پرحرفه، اون کم حرفه، و این ملاک انتخابه. و جایزه گرفتن برات اساسا مهمه؟ میگم این اون جایزه فقط به این دلیل که خودم بودم و خارج از خانوادم داشتم قضاوت میشدم، برای من جذاب و دلپذیر بود، ولی من برای جایزه هیچ وقت هیچ کاری نمی کنم. واقعا این که نقش های مختلف، شما درست میگین، آدم وقتی توی یک نقشی جا میفته دیگه میگن خب این که فقط این شکلی بوده بازی کنه، ولی اصلا اساسا دنیای بازیگری جذابیتش توی اینه که ما اومدیم به جای آدم های مختلف زندگی کنیم. چه فایده داره که مثلا من بخوام هی یه نقشی رو تکرار کنم؟ بعد از شمس العماره شاید مثلا 15 تا کار مختلف به من عین همون نقش پیشنهاد شد و من رد کردم. مثلا من نمیخوام توی یک چیزی که حالا به نظر اصلا ولی حالا درست انجام شده، نمیخوام تکرار کنم و میخوام صبر کنم تا موقعیت های مختلف پیش بیاد. خیلی هم عالی. و اون هدف چیه؟ اون ایدئال چیه؟ به کجا میخوایی برسی؟ همین دیگه، یه نقاشی که کل جهان بشناسنش. آره گفتی که هنر اونه و سینما و بازیگری شغلته. شغلم عاشقانه، دوستش دارم، ولی خب نقاشی خیلی براش وحشتناک زحمت کشتم، برای سینما هم همینطور، اما توی اون هنوز به اون توفیقی که میخوام چون نرسیدم، برام هدف بزرگیه الان. یعنی خیلی کار دارم تا به اون جایی که میخوام برسم، برای همین فکر میکنم الان هدف اونه. سینما هم انشالله که به خوبی در کنارش پیش بله، بره و اتفاقات جالبی بیفته. امیدواریم. برای بازیگری تست دادی اولین بار؟ نه، نمیدونم. هیچ وقت تست ندادی؟ نه. چون از خیلی کوچیک خیلی بازی کوچیک کردی بودم. همه میشناختن. شاید وقتی بچه بودم تست دادم قطعا، ولی الان چیزی تو ذهنم نمیاد. یه تستی میخوای بدی که تو ذهنت بمونه؟ همه کسایی که میان اینجا تست میدن. تستتون چی آقای مدیر؟ این گوی، چون بازیگر هستی بذار یه چیز سخت بگم. نه دیگه، چیز راحت بگم. آسون بگم. آسون. این گوی یعنی فقط با فقط با نگاه اینو به ما بگو، با چی بدون کلام، که این گوی قبلا اینجا بوده ولی الان نیست. کدوم گوی؟ این کدوم گوی؟ آها چون نیست ها؟ نیست. این باهوشیه دیگه. چون الان نیست میگن که پس کدوم گوی؟ اشتباه میکنم. حالا اینجوریه ها؟ کدوم گوی؟ کدوم گوی؟ من گویی نمیبینم ببخشید. این گوی الان اینجا هست. حالا این گوی ببینینش؟ نه دیگه این اینجا هست. خب دیگه نمیتونی دری. الان میخواین حتما این تست رو بگیری؟ آقا من بچه بودم 5 بار تست بازیگری دادم. چی بوده تستا؟ الان دیگه در حال حاضر نمیدونم. بوده دیگه 5 تا تست مختلف بوده، خیلی سخت. اصلا این فقط یه دونه است یا یه نگاه تمام؟ باشه باشه. این گوی اینجا هست دیگه، خب. میبینینش خب؟ خب سوال بعدی اینه که همون میخواستم فقط من اقرار کنم میبینمش. فقط میخواستم ببینم میبینیش یا نه. آفرین. تئاتر هم هنوز مشغولی؟ یعنی فعلا تئاتر رو همیشه کنار کارها دوست داری داشته باشی و داری؟ قبلا داشتم ولی این چند سال یه خورده نه. اگر که کار جذابی باشه حتما، و اگر تایمینگ بخوره، مثلا خیلی وقت شده خواستم برم سر کاری ولی اون طرف شب کار بودم، خب نمیشده. چند تا کلمه میگم با یه کلمه یه جمله کوتاه، حست رو بهش بگو. تیم برتون. ای وای، عجوبه. سالوادور دالی. الگو، عشق، خیلی من دوست دارم سالوادور. اصلا اون مدل سورئالیسم رو دوست داری ها؟ کارهای خودت هم نزدیکه به این نوع؟ خیلی جالب آقای مدیر، من یه تایمی ازم همه میپرسیدن سبک چی، آقا سبکای مختلفی کار میکنم،
گفتم من سبک ندارم، من نمیدونم و اینا. بعد یه روز مهراوه پیشم نشسته بود، گفت چی میگی من سبک ندارم، تو سورئالیستی دیگه. گفتم یعنی چی سبک سورئالیسم؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم که من ندارم، من کاری نمی کنم، من خیلی کارام نرماله، خیلی حال رئال نیست. گفتم خیلی نرماله. گفت نه اینا عزیزم، تو خودت متوجه نمیشی چقدر سورئاله. گفتم آخه تو ذهن من اینا خیلی طبیعی هن. گفت نه عزیزم، اینا طبیعی نیستن، اینا سورئال هستن. از اونجا بود که من متوجه شدم مثل اینکه یک ذره سورئال دارم توی کار. خیلی خوب. ولی خب سبکای مختلف. خیلی خوب. موسیقی. موسیقی به نظر من لازمه زندگی. یه سوالی همیشه ذهن منو مشغول کرده. چی؟ چرا خانم‌ها یا دخترها همیشه میگن ما ماشینا رو نمی‌شناسیم؟ وای. فقط رنگشون رو می‌دونیم چیه. والا من رنگشون هم خیلی نمی‌شناسم. این یه اختلاله؟ فکر کنم. یا اینکه از عمده؟ والا نیم در رابطه با دیگران نمیدونم، ولی من واقعا توی ماشین اصلا سررشته ندارم. من به نظرم ماشین وسیله ایست که انسان را از نقطه A به نقطه B برساند، و حالا اگر قرمز باشه میفهمم. خب بیش هم همین کار رو میکرده. بیش رو آسفالت سختش میشه. رو آسفالت سخت را میره. سختش میشه، نمیتونه. خیلی خوب. عالی بود. بزرگترین منتقدت کیه؟ بزرگترین منتقدم 3 نفرن. پدر، مادر و خواهر. و همچنان همین 3 نفر مشوق ها هم طبیعتا هست. بله 100%. خدا رو شکر هر دو طرف رو کاور میکنن، افسردگی نمیگیره. بله. درسته که توی سینما این دستبندی هایی که راجبش حرف میزنن و نمیدونم کلمه مافیا روش میذارن و اینا، خب سالهای ساله که داری کار میکنی، واقعا وجود داره و اینجوری هست الان سینمای ما به این شدتی که میگن؟ والا من نمیدونم. میدونین من خودم توی دسته و گروه خاصی نیستم، یعنی من حتی مثلا با پدرم همکاری نمی کنم، با خانواده خودم حتی این باند رو نداریم، ولی در رابطه با دیگران اصلا من فکر میکنم کسایی که خیلی این صحبت رو میکنن شاید دوست دارن فکر کنن اینجوریه، من نمیدونم. ولی به هر حال تو همه شغل‌ها این هست شاید، و توی سینمای همه جای دنیا هست. نمیدونم که میشه به عنوان یک چیز منفی گفت یا مثبت. شاید خیلی ها فکر میکنن که این وسط حقشون داره خورده میشه. من نمیدونم واقعا، شاید باشه شاید نباشه. من فکر میکنم هر کس اگر مسیر خودش رو تلاش کنه و درست طی کنه به اون چیزی که مستحقش هست میرسه. و گردن چیزی نندازیم بهتره. درسته. ژانر کودک هم کار کردی و موفق بود کار. بله. ادامه ندادی یا پیش نیومده؟ چرا؟ اولا که من تصویرسازی کتاب کودک یکی از علاقمندیهامه، که اصلا خیلی از قدیم این کار انجام میدم، خیلی به کودکان علاقه خاصی دارم. کار کودک رو من شروع کردم تو تلویزیون و بعد با کار رسانه که بالش ها بود، که خیلی خیلی استقبال گرمی شد ازش، ادامه دادم. خیلی هم دوست دارم ادامه بدم در کنار کارهای دیگه، و اگر که بالش ها بخواد دوش ساخته باشه، سینمایش ساخته باشه که این اتفاق قرار بیفته، حتما خواهم بود. و کاری اگر در این لول باشه حتما خواهم بود، بخاطر اینکه به هر حال کودکان آیندگان این سرزمین هم، یعنی اصلا نمیشه واقعا، باید دادم هر کاری از دستش بر بیاد بکنه، اما خب در کنار کارهای دیگه، نه اینکه فقط برم کودک کار کنم. این روزها مشغول چه کاری هستی؟ مشغول، یعنی این روزها منظورم قراردادهای پیش رو یا کاریه که من از قبل از عید، یعنی از وقتی که کرونا شروع شد، خیلی کار رد کردم و خیلی تعجب کردم که چرا داره اینقدر کار ساخته میشه. ولی به دلیل اینکه به هر حال ترجیح میدم بتونم مادرم رو با خیال راحت ببینم، پدرم رو و خواهرم رو، نرفتم سر کار. در نتیجه الان هیچ قراردادی ندارم. یه کار دیگه ای هم بود که الان اونها شروع کردن، اون دوتا دیگه تموم شد، همشون بالاخره به یه سرانجام رسیدن یا شروع شدن. بنده در خونه هستم. بح بح تا ان شاء الله کرونا فعلا. ولی نقاشی می‌کنی؟ بله بله، کارهایی که بهش انجام میدم. این روزها تموم بشه و این وضعیت کرونا تموم بشه، اولین کاری که می‌کنی چیه؟ اولین کاری که میکنم، چه سوال سختی واقعا.
من میرم از این ساندویچ کثیفا میخورم. آره پیتزا دارم میمیرم. آقای مدیر پیتزا تو خونه من دارم درست میکنم. نه خب من که بلد نیستم پیتزا درست کنم، من فقط برنج کته. من قبل از اینکه از اینجا برم دستورشو برای شما میریزم. آره ممنون میشم واقعا. کترم بریزین رو پیتزا. مشکل نداره. پیتزا کتر. ولی آره این چیزا اولین کاری که میکنی منم قطعا به خوردنی مربوطه. داشتم فکر میکردم میرم رستوران، بعد داشتم دقیقا بین ساندویچ و رستوران تصمیم میگرفتم که شما خیلی پیشنهاد خوبی دادید. خیلی عمالی. بله ساندویچ کثیف خیلی عمالی. البته که حالا میگن که خیلی چیزا از آنتن تلویزیون که پخش میشه بدآموزی داره. یک بار نه ساندویچ کثیف که اصلا تمیز بخورید. پیتزا فست فوده، هرچی کمتر بخوریم بهتره. همون برنج رو بهش میرسی سالمه بعد کرونا دیگه اشکال نداره. آره دیگه آره یه بارش آره یه بار آدم میمیره دیگه لال از دنیا میریم اگر پیتزا نخوریم. چند تا جمله میگم بگین حستونو. اگه بازیگر نمیشدین چی کار میکردین؟ خب شاید نقاشی رو خیلی سفت و سخت‌تر دادم. اگه قرار بود به زبان دیگری حرف بزنی به چه زبانی حرف میزدی؟ زبان فرانسه. فرانسه. اگه میرفتی در دل تاریخ به چه دوره ای میرفتی؟ واقعا نمیدونم. همه رو بالاخره یه جوری همه رو یه سری میزدم. دوست داشتی یه سری به همه آره یه سری به همه میزدم. اگه نویسنده بودی دوست داشتی کی بودی؟ جی کی رولینگ. خیلی عالی. اگه قرار بود که یه قدرتی یا اختیاری داشته باشی قانونی رو در ایران تغییر بدی اون یه دونه چی بود؟ اولی و مهمترینش. واقعا نمیدونم. سوال سخت میکنم. خیلی سوال سختیه. سیاسی بود یا فرهنگی؟ اینو که میشه گفت. نمیدونی. شما چی کار میکردی؟ من؟ خیلی کارا. چه باحال دیگه. خیلی زیاد. چه انتخاب میکنین بین این همه کاری که میشه انجام؟ چه کدوم اول انجام بدم؟ نمیشه گفت. خب دیگه پس چرا از من؟ نه 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 اینکه نمیشه گفت، یعنی یه ذره مفصله. ولی من میشنوم. ترجیح سخته که بگیم اول یک کار سیاسی واجب تره یا یک کار فرهنگی، چون هر دو به یک اندازه توش پر از معضله و مشکله. اگه برگردی به گذشته چیزی هست که بخوای عوضش کنی؟ بله 100%. و اگه قرار باشه که یکی از شهرهای ایران باشی چه شهری بودی؟ آخه چه سوال قشنگی. من یاسوج. یاسوج. آره چون من نمیدونم یعنی من همه شهرهای ایران رو ندیدم، ولی بچه که بودم 12 سالم بود یاسوج کار میکردم و هفت آبشار و برای من تصویر یک شهر رویایی رقم خورد و عاشق این شهر شدم. یعنی بی نهایت دوستش داشتم. چقدر خوب. آره خیلی زیباست. و اگه کلکسیونر بودی چی نگه می‌داشتی؟ من گوی نگه می‌دارم. گوی؟ گوی. گوی. آره. گوی نیست. گوی؟ کدوم گوی؟ کدوم؟ گویایی که توش برای از هر کشوری، از هر شهری که حالا من خودم سفر میکنم یا کسی سفر میکنه همه برای من گوی کادو میارن تا جایی که من دیگه جا ندارم بذارم. که این چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ هیچ خصوصیتی، نماد اون کشور و شهره. نماد هر کشوری، نماد هر شهری و من یک یادگار، یعنی اون المان اون شهر، چون اصولا به عنوان حالا سوغاتی فروشی های هر شهری گوی اون شهر رو دارن. اون المان مهمترین چیزشون و من خیلی گوی دارم و از یه جای دیگه گفتم تو رو خدا نیارین چون سنگینم هست تو اسباب کشی. اصلا خیلی کار سختی بود ولی عاشقشونم. خیلی خوب. و اگه فروشنده بودی چی میفروختی؟ کاش اینا رو با من چک میکردین من اینقدر چیز نشد دود جواب بدم. اگر فروشنده بودم از این سوال جوابای چیز نه من کتاب. کتاب میفروختین یا گل؟ گل. یا چی؟ برنج. آفرین. من برنج میفروختم. شما اولین مشتری بودین. میگن برنج. آره برنج میفروختم. برنج خیلی. من فکر میکنم که اگر من یک چیز شادی آفرین میفروختم حتما. آها. یک چیزی که باعث خوشحالی مردم بشه بنا به همون منم گفتم گل. بله گل. گل خیلی باعث خوشحالی میشه. الان از جایگاهی که توش هستی راضی؟
والا تلاش میکنم راضی باشم داشت. اما دست من نیست تغییر دادنش زیاد آه. و فکر میکنم اگر تغییراتی توش به وجود بیاد بیشتر راضی باشم. خسته شدی؟ اصلاً خستت نمی کنم ولی آره نمیخوام که خسته بشی. خسته نمیشم. خیلی یاد کردیم اینجا از آقای شریفی نیا که ما با هم کار کردیم و چقدر دوستشون دارم، خانم حاجیان که چقدر دوستشون دارم و مهراب خانم که چقدر دوستشون دارم و چقدر متین و درجه یکن و شما هم همچنین، شما هم همچنین یک خانواده بسیار دوست داشتنی و هنرمند. خیلی ممنون از لطفتون. شما هم که کل ایران دوست دارم. خیلی ممنونم. برای ما هم بسیار عزیز هست. خیلی ممنونم، لطف دارید. چیزی هست که نپرسیده باشم اینجا بخوای بگی راجع به هر چیزی؟ والا شما دیگه سوال نپرسیده باقی نذاشتین. من چی بگم؟ من فقط خیلی توی این ایام، حالا نمیدونم درباره کرونا، توی این ایام خیلی خیلی ناراحتم بابت کسانی که خب عزیزانشون رو از دست میدن و خیلی وحشتناکه. امیدوارم مردم مراقب خودشون باشن. میدونم که به هر حال مردم مجبورن کار کنن، همه مجبوریم کار کنیم، یعنی کسایی هم که سر کار نمیرن مثل خود من به هر حال سختیاش رو به جون میخرن و نمیرن. امیدوارم خیلی زودتر این شرایط حل بشه و از بین بره این ویروس عجیب و غریب و همه در آرامش باشن و روح تمام درگذشتگان هم شاد بشه. خدا به خانوادهشون صبر. واقعا روحشون شاد و خیلی سخته تو این شرایط از دست دادن به خاطر هم خود اون زمان هم بعدش، اصلا خیلی شرایط عجیبیه. امیدوارم هیچ کس نیست تسلی بده. آره واقعا هیچ، این خیلی وحشتناک. آره واقعا خیلی صبوری زیادی میخواد و خداوند صبر بده به همه بازماندگانش. و احساس خوشبختی داری؟ بله 100%. 100%. شما چطور؟ بله بله خیلی هم عالی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی، امشب به ما انرژی دادی. خیلی ممنون و خیلی به نظرم گفتگوی خوب و جذابی بود. متشکرم. امیدوارم همیشه همینطور درخشان به پیش بری، به همه آرزوها برسی و بهترین آرزوها رو برات از خداوند میخوام. خیلی ممنونم آقای مدیری، واقعا ممنونم از دعوتتون. بسیار به من خوش گذشت. خیلی استرس داشتم ولی خدا رو شکر خیلی خوش گذشت و همین که شما رو دوباره دیدم خیلی ممنونم. بسیار لذت بردم. امیدوارم که همیشه برقرار باشید. و همچنین ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. فکرشو میکرد که قیمت یه بشکه نفت بشه یک قرون. جلو در همینجا دو بشکه امروز به من پیشنهاد دادن 2000. گفتم من 2000ی ندارم، ببخش. الان دیگه به زورم بخوان بذارن سر سفرمون خودمون قبول نمیکنیم. معلوم نیست که چی ریختن توش که حاضرن 7 دلار هم بذارن روش یکی بیاد برداره بره. یکی میگفت که بریم بگیریم دلاراشو برداریم نفتشو بنازیم دور. اینجوری شده. اون وقت از اون طرف مایعات شطور یهو چه قیمتی پیدا کرد. حاضرن 100 بشکه نفت بدن 10 سیسی از شطور تحویل بگیرن. تو محل قدیمی ما یه پیرمردی بود، یه شطور داشت، بچه ها رو سوار میکرد، یه دور میچرخونده یه پولی میگرفت. چند وقت پیش دیدمش خودش سوار شطور شده بود داشت میرفت. گفتم کجا میری؟ گفت برو کنار این باید بدو کلیاش کار کنه. کلن زندگی جای مغرور شدن و ناامید شدن نیست. اگه از اتفاقات کوچیک لذت ببریم میتونیم همیشه خوشحال باشیم. تو همین مدتی که کره زمین خلوت شده سر و کله خیلی از گونه های جانوری حتی منقرض شده پیدا شده. اینجا خوشحالی نداره. پریروز یه مقدار برنج ریختم رو تراس برای پرنده ها، یه های ترودکتیل تیرانوزوروس اومد نشست برنجا رو با کل نرده های بالکن کند برد. الان 2 روز میاد میشین از پشت پنجره تو منو نگاه میکنه، منو میخواد.
هر چی برنج می‌ریزم نمیخوام، فقط منو نگاه، منو میخوام. مدیری فهمیدی نفت کشید پایین؟ دیگه مال خودمون شد. نصف کردم کرونا رفت تو خیابون کیک و نفت بدم. الان بشکه های نفت قیمتشون از خود نفت بیشتر شده. بشکه ها رو بفروشم به سمساری، سودش از صادراتش بیشتر. مدیری تو میدونی نوزورات شتر و روغن بنفشه آیا با هم تداخل دارویی دارن یا نه؟ زنگ زدم به نظافتچی خونه پرسیدم برنامه های کاری چجوریه؟ گفت از راه دور کار میکنم. گفتم چجوری؟ گفت من تلفنی میگم شما انجام بده. یه جوری دلم برای پیتزا تنگ شده اگه دستم بهش برسه نون دورش که هیچی، جعبش هم میخورم. به دوستم گفتم برنامه‌ت برای سال جدید چیه؟ گفت در واقع باید ببینیم برنامه سال جدید برای من چیه. متاسفانه تو محله ما شتر پیدا نمیشه، فعلا یه دمنوش گربه درست کردم. از وقتی قیمت نفت اومده پایین به این فکر میکنم که هممون میتونیم یه بشکه از دولت بخریم که بعد از این درآمد نفتی داشته باشیم. جا داره همینجا به نوبه خودم از صبر و خویشتنداری آتش فشانهای دماوند، سهن، سبلان، تفتان جهت فوران نکردنشان در این ایام تشکر و قدردانی کنم. ایشالله تو شادیاتون جبران کنیم. بله، یه خانم یه آقا بفرمین. آقا بفرمین. بله آقا، شغل شما چیه؟ آزاد هستیش. آزاد. شما خانم؟ کارمند. کارمند. این روزا سر کار میرین یا تعطیل هست؟ فول تایم. خب کتاب مرغ دریایی؟ اما سوال سخت نپرس. از شما سوال سخت نپرس. چشم. کدوم حیوان آقا تار صوتی نداره؟ نمیدونم. آقا آنتوان چخوف چه کجایی بود؟ روس. آقا رمان چشمهایش اثر کیه؟ نمیدونم، فکر میکنم از منم نباید سوال سخت بپرسی. بزرگ علوی. آقا کدوم حیوان هست که میتونه فراصوت رو بشنوه؟ حلزون. حلزون؟ آقا بزرگترین شکارچی روی زمین، بزرگترین شکارچی روی زمین؟ خرس. خرس؟ خرس قطبی. قطبی. آقا رمان سووشون از کیه؟ سمیر دانشور. زحمت شد. همسرم بود. زحمت شد. ها بسیار عالی، اشکال نداره. پایتخت کانادا آقا؟ اوکراین. پایتخت اوکراین. کانادا. خانم زحمت میشه یه شعر از حافظ بخونین؟ اشکال نداره، سخته. نه اصلا ولش کنی، چه کاریه. مانتوتون خانم چه رنگیه؟ مشکی سفید. مشکی. چند سالتونه؟ 27. سوالای آسون. رشتهتون چیه خانم؟ بازرگانی بین المللی. ببینین همه سوالا رو دارن جواب میدن. و ازدواج کردین؟ بله. بله ازدواج کردین. خیلی خوب. و تهران زندگی میکنین؟ بله. همه سوالا رو جواب. و غذای مورد علاقتون؟ لوبیا پلو. لوبیا پلو. بله. درسته؟ پایتخت اوکراین. حیوانی که تار صوتی. تفلک گیر کرد، همه بار اومد رو دوشش، الهی بمیرم.
دیگه همه جا خانم‌ها تعظیف میشن اینجا آقایون. بله بله نه همه هم شما هم جواب دادین آقایون. خانم بهتر بودن، آقا بهتر بودن. خیلی خوب، من مجبورم چون به یکسان به سوال ها جواب دادن به هر دو جایزه دادن. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. بله و آخرین حرفمون، وارد دوره ای از بشریت شدیم که دیگه قیمت کالا کاملا بی‌معنیه. این دوره بعد از بازگشایی دوباره بازار و پاساژ ها شروع شده و معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه. یه جوری شده میگه آقا این پیرهن چند؟ میگه 200 تومان. همون موقع یه نگاه به موبایلش میندازه میگه نه 350 تومان. میگه آقا گفتی 200 تومان که؟ میگه آخه خانومم الان اسمس داد شب مهمون داریم. عوض کردن اتیکت قیمت ها تقریبا هر 15 دقیقه یک بار داره انجام میشه. خیلی از مغازه‌دارها یک نفر رو استخدام کردن نشوندن تو ویترین، یه رو یه بار این اتیکت ها رو جدید میکنه و عوض میکنه. توصیه من اینه که خیلی هوای چیزهایی که دارید رو داشته باشید. اگه دکمه شلوارتون افتاد نگید ولش کنی، دکمه بود دیگه. 2 ماه پیش خریدی 1000 تومان، الان احتمالاً 58000 تومانه. اگه سر خورد رفت وسط اتوبان هم بدوی دنبالش، عمر دست خداست. تا اطلاع ثانوی هیچی رو دور نندازین. بالاخره هر چیزی یه استفاده ای داره. سبد اگه پاره شد یه پارچه بکشید دورش، یه لامپ بزنید وسطش میشه لوستر. چند میلیون میافتین جلو. آرایشگاه میرین کیسه ببرین، موهاتون رو از کف زمین جمع کنین نگه دارین، پس فردا هوا سرد میشه حسرتش رو میخورین. شیرینی آدامس که میره نندازین دور، یه دور تو پودر قند بچرخونین دوباره از اول. یادمون باشه که یه شلوار کهنه میتونه یه شلوارک جدید باشه، اونم وقتی کهنه شد یک ماسک درجه یک. و یه ماسک کهنه میتونه یه دستمال گردگیری عالی باشه. هیچی بهتر از یک دستمال گردگیری کهنه لکه ها رو از زندگی انسان پاک نمیکنه. خیلی ممنون امشب کنار ما بودین و به ما انرژی دادین. خیلی متشکرم. به امید روزهای بهتر همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. شب بخیر. خدا حافظ. Thank you.